عقب درهای فرودگاه کابل ازدحام هنوز هم وجود دارد. افرادی که هیچ نوع سند برای سفر به بیرون ندارند بیشتر تجمع ها را تشکیل دادند. شدم دید تا چی ما بین سرم خورده به بدبختی داخل شد. این بانو بدون داشتن هیچ مدرک سفر و به تنهایی میخواهد به بیرون از کشور برود. او 5 روز در داخل فرودگاه سپری کرده و به دلیل آن که اسناد مورد نیاز را نداشته نیروهای خارجی از آنجا بیرونش ساختند. ما از ایراد گریختیم آمدیم اینجا پناه آوردیم. اولادایم در به در به ایراد افتاده. اینجا آمدم 5 روز مر داخل میدان بردن. به هفته و 6 توم نان نداد. او نداد گشتگی کشیدم. مر از میدان 5 روز نگاه کرده باز مر کشیدن که برو. چی گفتن در 5 روز برای؟ نمیفهم فقط اسناد برسه که من امریکایی دیگه من زبان نمیفهمیدم میگفت برا. زه تازه اوس راغلی ما. دلته زما یو ورور راغلی و داغله خاطر راغلم چې مالی لار نسی خارج ته. تمامی درهای فرودگاه کابل حالا مسدود است و به هیچ کس اجازه داده نمی شود که وارد فرودگاه شود، چی دارای اسناد و چی بدون اسناد. کسانی که سند سفر دارند حالا توسط یک برنامه ویژه از نقاط دیگر به فرودگاه انتقال داده می شوند. خود ما اسناد داریم، بر ما ایمیل شده بود که این روز در فلانه جای بیایید در سفارت روسیه. ما شب رفتیم، ما روزی گرفتن آوردن میبرن میدان. بدون مدرک هیچ کس نمیمانه. بلیاز خدا بلیاز قرآن، کسی که ویزا داره، پاسپورت داره، گرین کارت داره باشه، کسی که نداره لطف کنند برن. همین بیچاره مسکینی دیگه که آمدن حق از ایران دیگه تلف میشه. طالبان از مردم میخواهند که پشت درهای فرودگاه نیایند. امکان سفر آنان وجود ندارد و تنها باعث مشکل به خود و دیگران میشوند. کس اگر زر داشت، زرم داریم، بازوی شما هستین که میریم هستیم. ما چرا میرین؟ به خاطر چی میرین؟ علت میره با ما بگین. امارات اسلامی با شما چی ظلم کرده که شما میرین از اینجا؟ در این میان طالبان برای افرادی که در عقب درهای فرودگاه تجمع کردند، مقدار مواد خوراکی و نیازمندی‌های اولیه به کودکانشان توزیع کردند. مردم از این اقدام طالبان ابراز خوشی میکنند. د امارات اسلامي لخوانه کومک شوی د ابتدایي کومک د ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دغه شی نور موږ مختبوزو. خو په الحال موږ 4 موټر سامان راوړی چې د کوبه دی، پمپرز دی، د ماشومان پیوډرز دی او ورسره بیسکټ دی، قیمت. هجوم غیر قانونی مردم به درهای فرودگاه کابل برای رفتن به بیرون از کشور تاکنون باعث جان باختن نزدیک به 20 تن شده است و شماره هم زخمی شدند. اکثریت از این شهروندان که اینجا در درب ورودی فرودگاه آمد کرزه هجوم آوردن مدرک قانونی ندارند، اما اکثریت از کسایی که مدرک دارند و میخواهند کشور را ترک کنند این گونه توسط بسها به اینجا انتقال داده میشوند. سمجهش، آریانا نیوز، کابل.